درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر جهان که بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. بانو آرتمیس خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش نوزای ایرانی یا رنسانس ایرانی در هر کجای جهان که هستند و امیدوارم که با این رویدادهایی که در ایران اتفاق افتاده دست کم 1% از هممیهنانمون تونسته باشن یه تجدید قوایی بکنن برای ادامه حرکت ها. درسته، این روزا اوضاع ایران رو هممون شاهدش هستیم. هر کسی به سهم خودش، هر ایرانی که واقعا دلسوز ایران و ملت ایران هستش، در سراسر جهان داریم میبینیم که به خیابون میان اعتراض میکنن که صدای مردم رو خارج از ایران به گوش جهانیان برسونن. داخل ایران هم که داریم میبینیم با تمام سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، چه جوون، مخصوصا نسل جوون ما، دارن شدیداً مقابله میکنن و حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی به قیمت جونشون هم دست از ادامه این مبارزات بردارن. بانو آرتمیس، امشب جستار امشب هستش در مورد ماهیت این انقلاب ایرانی و ایرانگرایی در خیزش های اخیر رو شما چگونه ارزیابی در خدمت؟ سپاسگزارم بانو افسانه. این جستار از جستارهای بسیار بسیار مهمی است که به نظر میرسه که هر چی که در موردش گفته بشه کم گفته و باید با دقت این مسائل مربوط به خیزش اخیر و در واقع مبارزات آزادی خواهانه و دگرگونی در حال اقدامی که در حال انجامی که در ایران ما داریم میبینیم رو باید به دقت بررسی کرد برای اینکه نسلی که الان در جریان این انقلاب یا این دگرگونی اجتماعی بزرگی که قرار هست در ایران اجتماعی سیاسی و کلن اندیشه‌ای که داره در ایران اتفاق میفته باید دقیقا مطالعات کافی داشته باشن برای اینکه بدونن چه اتفاقی در ایران داره میفته و چه آینده‌ای در انتظار ایران هست و چه در واقع نکات مهمی هست که در چنین دگرگونی هایی یا انقلاب هایی در جهان روی میده. معمولاً از اینجا جستار رو آغاز میکنیم که به طور کلی آغاز انقلاب هایی که دگرگونی های کلی و اساسی درست میکرد از آغاز قرن 18 در جهان تقریبا کمابیش دیده شد، ولی از اواخر قرن 18 در واقع یک آرمانی برای رشد برابری اجتماعی، برای حذف علل نابرابری های اجتماعی و برای در واقع سازندگی کشورهایی که سالها در یک حالت ایستایی یا بعضی اوقات در یک حالت های خفقانی زندگی می کردن یا حکومت هایی که اینطوری بودن در سطح جهان، یواش یواش این انقلاب ها از اواخر قرن 18 اندیشش اومد و انجام شد در جهان و در قرن 19 این گونه انقلاب ها تبدیل شد به تقاضایی برای برابری مصرف. یعنی میگفتن ما میخوایم هممون یک کشورهایی بشیم که مثلا توسعه یافته باشیم و برای توسعه یافتگی یک برابری باید وجود داشته باشه. مثلا اگر که یک آدم ثروتمندتر میتونه غذا بخوره، اونی که از طبقه پایین اجتماع است دیگه از گرسنگی نمیره و دست کم یک برابری تقریبا در مصرف، حالا مصرف خوراک هست، پوشاک هست، تحصیل هست، مسکن هست، از همه این شرایط یک برابری دنبالش بودن که در قرن 19 هم پیگیری شد و در قرن 20 روندهای انقلاب از پوسته و هسته اصلی یک کشور تقریبا درآمد و تحت کنش و واکنش های جهانی هم قرار گرفت. یعنی ما از آغاز قرن 20 انقلاب هایی که در جهان شده فقط شامل حال یک کشور در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی اون کشور نبوده، معمولا یک نوع کنش و واکنش یا تراکنش هایی با کشورهای اطراف و با اقتصاد و سیاست جهان داشته و برای همین هم می دیدیم که
انقلاب های قرن بیستم یه مقداریش ایدئولوژیک شد، یعنی اومد اندیشه مارکسیسم و کمونیست و سوسیالیسم و این حرفا در جریان قرار گرفت، بعد اومد ناسیونال سوسیالیست مثل آلمان که این اتفاق افتاد پس از جنگ جهانی اول، و همین گونه انقلاب های گوناگون در ایتالیا، در جاهای دیگه ما میبینیم مثلا در زمان موسولینی و اینها، همه اینها انقلاب هایی روی داد که فقط اون کشور رو در بر نمی گرفت، بلکه یک کنش و کنش هایی با اتفاقات کلی که در جهان هم داشت می افتاد، ایدئولوژی هایی که ایجاد می شد، تغییراتی که ایجاد می شد، دگرگونی هایی که ایجاد می شد، ارتباط پیدا کرد. در اروپای دهه 20 و 30 برای ایجاد انقلاب ها یه سری از در واقع رژیم های توتالیتر حتی ایجاد شدن، رژیم های تمامیت خواه ایجاد شدن که هرچند که بتونیم بگیم توتالیتر بودن، یعنی همه قدرت مثلا در اختیار یک جناح یا یک حزب بود، ولی در نهایت هدفشون پیشرفت یک کشور، سازندگی یک کشور، حالا هم از نظر اجتماعی هم از نظر اقتصادی و سیاسی بود و نفوذ بر کشورهای دیگه جهان اتفاق افتاد، مانند آلمان، مانند ایتالیا که دیدیم وقتی که حزب نازی یا در زمان موسولینی که دیدیم در ایتالیا اتفاق افتاد، مقدار قابل توجهی حس ملیگرایی رشد کرد و در عین حال اون حکومت ها حتی اگر نام توتالیتر داشتن، ولی داشتن کشورها رو به سرعت برق می بردن جلو، یعنی آبادانی و سازندگی و بهبود وضع مردم و بهبود زندگی های مردم و آزادی های اجتماعی که مردم در اون دوران پیدا کردن اصلا قابل مقایسه با پیش از ظهور این چنین حکومت های در اون کشورها نبود. بعد یواش یواش رسیدیم به جنگ جهانی دوم، و جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم خب ما با یک جهانی روبرو شدیم که تقریبا میشه گفت خیلی در هم شکسته بود و خیلی در واقع کشورهایی که ضعیف شده بودن و کشورهایی که توشون قدرت‌های مرکزی تقریبا از بین رفته بود، همون گونه که شما در آلمان دیدید چگونه آمریکا و روسیه و فرانسه و انگلستان و اینها همه اومدن و تکه تکه های از هر بخشی از آلمان رو زیر نفوذ خودشون گرفتن و اون قدرت اصلی مرکزی دولتی رو آلمان از دست داد. همین اتفاق در مثلا ایتالیا، در ژاپن، در کشورهایی که در جنگ شکست خوردن ما دیدیم روی داد، و از اینجا بود که ما دیدیم یک مرتبه اندیشه های چپی رشد بسیار فزاینده ای پیدا کرد، برای قدرت های مرکزی کشورهای قوی، کشورهای نیرومند و کشورهایی که اون موقع جزء کشورهای توسعه یافته کامل بودند، دیدیم که در اینها یواش یواش اندیشه های چپی و رشد کرد و بعد دیدیم که چگونه تونستیم کشورها رو یه مقدار ببلعه و تا سالهای سال این جنگ و جدل بین این اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی و کمونیستی و پادشاهی و اینها در این کشورها همه هی دست بالا و پایین بالا و پایین تغییراتی کرد و وجود داشت، تا به امروز هم وجود دارد. اما در همین سالها در قرن بیستم یک سری از انقلاب هایی که اتفاق افتاد، مثلا انقلابی که در پرتغال اتفاق افتاد در سال 1910، انقلابی که در موناکو در 1910 اتفاق افتاد، آمد و تلاش در این داشت که به اصطلاح یک حالت ضد پادشاهی داشت و تلاش میکردن که یه مقدار اندیشه های در واقع همون که بهتون گفتم چپی رو هم حتی توی کشورهایی که پادشاهی بودن گسترش بدن. و بعد دیدیم که در 1930 33 34 تقریبا در کوبا دیدیم که علیه ماچادو که یک دیکتاتوری بود و کاسترو اومد علیهش بالاخره مثلا انقلاب کرد، انقلاب هایی شد، یا مثلا باتیستا علیه باتیستا، دولت باتیستا، همه اینها موجب شد که انقلاب های کمونیستی ایجاد بشه که این انقلاب های کمونیستی که معمولا هم در آمریکای مرکزی و جنوبی خیلی زیاد بودن، اینها اومد به اصطلاح برابری اجتماعی ایجاد بکنه و حفاظت از، یعنی حمایت از نیروی کار و در واقع
به اصطلاح یک نوعی حکومت هایی که بتونن جامعه رو مثلا به یک برابری یا یک توازن برسونن. و بعد در عمل دیدیم که تمام این انقلاب های کمونیستی که ما اینها رو در همه جا دیدیم، در زمان علیه مثلا اشغال یونان، برای ترکیه علیه اون دولت ملی و همه این اتفاقایی که افتاده بود، تلاش اینها این بود که به اصطلاح برابری و عدالتی در جامعه ایجاد کنند. و بعد دیدیم که نشد و در عمل این انقلاب ها همه به نوعی یک نوع جوامع بسته با اقتصادهای بسیار بسته و در واقع ایستایی ایجاد کردند و جلوی رشدهای کشورها رو گرفتن در سالیان بعدی. در بخشهایی از جهان در همین قرن بیستم انقلابهایی روی داد که تلاش میکردند که به اصطلاح میتونیم بگیم یه جورایی انقلاب های آزادی بخش ملی بود با هدف کسب استقلال و خودمختاری، که توی جوامع تحت استعمار روی میداد و تلاش میکردن که دولت استعماری رو بزنن کنار و مثلا دولت ملی و از خودشون رو بگذارن بر سر کار، و یه آگاهی های ملی یه جورایی شکل گرفته شده بود و ملت هایی که ملت های تثبیت شده ای بودن درشون اینها موفق شد، در حالی که در بعضی از کشورهای دیگه موفق نشد. چرا؟ برای اینکه مثلا در یک کشوری مثل ترکیه تلاش آتاتورک، به اصطلاح اون دو تا حزبی که داشتن با هم مبارزه میکردن، حزب ترکای جوان و حزب به اصطلاح آتاتورک و دارو دسته خودش، اینها تلاششون بر این بود که به اصطلاح بیان و حکومت ملی درست کنن در کشوری که اصلا یک ملت نبود. یعنی ما ملتی به نام ملت ترکیه و ملت ترک اصلا اونجا نداشتیم. فلات آناتولی یک بخش مهمیش یونانی نشین بود، یک بخش مهمیش بازمانده های کنستانتینوپل و رومی ها در اونجا وجود داشتن، رومانیایی ها اونجا بودن، بلغاری ها اونجا بودن، و از ملیت های گوناگون، از ملت های گوناگون اصلا در اونجا وجود داشت، که بعد از اینکه اومدن مثلا این دو تا حزب با هم مبارزه کردن، ترکای جوان و کمالیستا، که به اصطلاح تلاششون این بود که حکومت ملی ایجاد بکنن، خیلی براشون این کار دشوار بود، برای که اینا اول باید یک ملت درست میکردن تا بعد بتونن از اون ملت یک حکومت ملی در واقع در بیارن. و بعد هم دیدیم که در سالهای بعد در اواخر قرن بیستم حکومت های ضد کمونیستی، انقلاب های ضد کمونیستی اتفاق افتاد. هنگامی که فروپاشی شوروی رو ما به چشم می دیدیم، انقلاب های ضد کمونیستی در بخش هایی که جمهوری های جدا شده شده بودند، جمهوری های گوناگون روسیه بودن در زمانی که شوروی وجود داشت و بعد اینا از هم جدا شدن و هر کدوم خب دوباره برگشتن به یک کشور مستقل، اینها درشون انقلاب ضد کمونیستی اتفاق افتاد. که ما باز داریم میگیم در همین جاها هم همونجوری که بهتون گفتم در قرن بیستم انقلاب ها خیلی مقطعی و موضعی و بخش یک بخش خاص جهان رو شامل نمی شد، با اندیشه های دیگر از قسمت های دیگر جهان در همسویی یا ناهمسویی بود موقعی که انقلاب می شد. برای همین دیدین که انقلاب های رنگینی که در بخش های گوناگون شوروی انجام شد هنگامی که شوروی فروپاشید، این انقلاب های نارنجی و زرد و سبز و آبی و این حرفایی که دیدین در جای مختلف به اصطلاح درست میکردن، همه اینها با دست غرب که در پشت اونها بود و با اندیشه های به اصطلاح دموکراتیک برای گسترش دموکراسی و ضد اندیشه های کمونیستی تقویت شدن و این انقلاب ها در اونجا انجام شد، که اینا تقریبا اواخر قرن بیستم بود. و همه اینها به کنار، انقلاب مذهبی یا انقلاب های دینی بود
که در تاریخ جهان نوع مهمش و تنها نوعی که انقلاب اسلامی در واقع ایجاد کرد در ایران بود در سال 1979، که باز اونم مردم ایران ایجاد نکردن، باز اونم در تعامل و دستهای خارجی و در واقع اعمال نفوذ غرب برای اینکه از یک کشور روبه رشدی که ممکن بود دستشون رو از نفت ارزان کوتاه بکنه انقلابی رو ایجاد کردن. و چون با بافت جامعه ایران، بافتی که 1400 سال زیر سیطره اسلام خفه کرده بود، مردم رو آشنا بودن، دیدن بهترین نوع انقلابی که در این ناحیه جهان میتونن بکنن انقلاب اسلامی است و ما به عنوان نخستین کشور در جهان که انقلاب مذهبی کرد برای آوردن یک انقلاب اسلامی در ایران بود و انقلابمون هم هیچ نوع دیگه ای نبود. یعنی اونایی که میگن انقلاب ما رو دزدیدن حرف کاملا بیپایه میزنن، برای که این انقلاب و اون رهبری که براش تراشیدن و دستای پشت پرده ای که داشتن این انقلاب رو برنامه ریزی و اجرا میکردن تمامش در یک سو بود و اونم ایجاد انقلابی اسلامی، برای اینکه یک حکومت کاملا دینی و مذهبی در ایران سر کار بذارن، اونم با چی؟ اونم با دینی که میدونستن دقیقا افیون این ملت شده بوده برای 1400 سال و این ملت رو از سازندگی، بالندگی، اندیشه آزاد، آزادی گزینش، آزادی زندگی برای سالها انداخته بود و میدونستن چه باطلاق بزرگی است و اگر یه همچین انقلابی رو در ایران بکنن تا خرخره مردم در باطلاق اسلامی فرو خواهد رفت و دست و پا خواهند زد و سالهای سال غرب خواهد تونست با مینیموم قیمت نفت از ایران ببره، بقیه منابع رو از ایران ببره و بزرگترین منبع رو برای به اصطلاح صادرات سلاح و امثال اون درست بکنه. اینا همه معادلات جهانی است که پشت یک انقلابی به ویژه مذهبی در قرن بیستم، در اواخر قرن بیستم، در 1979 در واقع پشتش بود و در ایران این رو ایجاد کردن. و پس از ایران ما انقلاب های اسلامی دیگری مثل جنبش های طالبان در افغانستان که بعدا تبدیل شد به انقلاب اسلامی افغانستان و بعد در اصطلاح جمهوری نمیدونم اسلامی افغانستان درست بشه و بعد درباره کل خاورمیانه اون اتفاقاتی که در عراق افتاد با سرنگونی صدام و اون حکومت اسلامی دیگه‌ای که اومد بخشی از عراق رو گرفت و بخشیش هم که خب دادن به کردا و تقریبا عراق در حالت دوپاره از اون سال به بعد داره زندگی میکنه و همچنین خب در لبنان شما میبینید، در نمیدونم سوریه میبینید، در ایجاد داعش میبینید، در رجب اردوغانی میبینید که الان در 14-15 سال 16 سال چگونه ترکیه رو به سمت یک کشور کاملا اسلامی تر با تبلیغات اسلامی، با حجاب بیشتر، با نمیدونم محدودیت هایی که در واقع به نوعی کشور رو اسلامی تر کرده از به اصطلاح مثلا فرض کنید 30 سال پیش و 40 سال پیش، میبینید که این اتفاقات پس از انقلاب اسلامی ایران افتاد و به نوعی انقلاب اسلامی که در ایران رویداد شد مادر انقلاب های اسلامی دیگه در جهان، که بعدم دیدیم که در زمانی که مرسی اومد و انقلاب اسلامی دیگه بعد از دو مرتبه زیر نظر دوران اوباما با بردن حسنی مبارک در مصر ایجاد کردن و اگر باز ارتش نجنبیده بود و حمایت عربستان نبود نمیتونستن اون رو سرنگون کنن و الان همین الانی که من و شما نشستیم هم یه حکومت جمهوری اسلامی هم در مصر اون وقت میداشتیم. بنابراین میخوام بگم که تمام این رویدادهای انقلابی که در قرنهای 18 و 19 اتفاق افتاد و به ویژه انقلاب هایی که در قرن 20 اتفاق افتاد هیچ کدوم در خلأ روی نداد و به مرور شکل انقلاب های جهان از شکل اینکه فقط مردم یک کشور بیان و انقلاب بکنن تبدیل شد به انقلاب هایی که کشورهای دیگه، ایدئولوژی های دیگه و دست های پشت پرده دیگه برای ایجادشون نقش داشتن.
خب ما اینها رو گفتیم که برسیم به اینجا که ببینیم در تمام این اتفاقاتی که داره در انقلابهای جهان میفته از شرق تا غرب جهان چه در واقع زمینه هایی موجب شد که مردم در کشورهای گوناگون و در مقاطع گوناگون دست کم 200 سال اخیر رو به انقلابهای گوناگون بیارن و انقلابها شکل میگیره. اما حالا میایم ما میرسیم به کشور خودمون. در واقع در ایران که به عنوان شاید نخستین میتونم بگم انقلاب اسلامی جهان رو درش ما میتونیم ببینیم، در آغاز خود قرن بیستم یکی از بهترین دگرگونی های تاریخ ایران روی داد که من اونو میتونم حتی به عنوان یک دگرگونی در حد انقلاب در ایران بدونم و اون زمانی بود که رضا شاه بزرگ در واقع سردار سپه آمد و دوران سلطنت اسلامی رو در ایران برانداخت و پادشاهی ایرانی رو در واقع ایجاد کرد که پس از 1400 سال نخستین باری بود که ما نوعی پادشاهی ایرانی داشتیم با اندیشه ایرانی و میهن پرستانه و غیر خارجی. یعنی هیچ کس نیامد به رضا شاه دیکته بکنه که شما باید ایرانگرا باشی، شما باید این کارو بکنی، شما باید نامهای مردم رو عوض بکنی، از اون نام چیچی و دولو و چیچی و سلطنه و نمیدونم نامهایی که خیلی خیلی تا خرخره مردم در تملق و القاب اسلامی و القاب غیر واقعی فرو رفته بود، جامعه ای که به شدت کم سواد و گرسنه و بیمار و عقب مانده مانده بود رو از سلطنت به اصطلاح عربی مغولی تبدیل بکنه یک نوع انقلاب ایرانی شدن، یک نوع انقلاب پادشاهی شدن، از سلطنت به پادشاهی، از غیر ایرانی به ایرانی شدن رو رقم بزنه. خب این کار رو هیچ جای جهان باز نکردن در یک کشور اسلامی به جز ایران، ایران خودمون و بدون نفوذ دیگران در یک کشور که یک ملت داشت این اتفاق بیفته. بهتون گفتم در ترکیه موقعی که خب امپراتوری عثمانی فرو ریخت، این حزب به اصطلاح کمالیست ها و اون حزب ترکان جوان اینا اومدن با هم نبرد کردن و بعد تازه تونستن یک ملت درست کنن به اسم ملت ترکیه و یک نام بذارن که این نام تا پیش از جنگ جهانی اول وجود خارجی نداشت، به نام ترکیه، برای که همچین نامی وجود نداشت. واژه ترکیه و نام ترکیه دقیقا در آغاز قرن بیستم در پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی روی داد. ولی در ایران ما این طور نبود. ما یک ملت بودیم و یک کشور بودیم و یک ملت تاریخی بودیم که هزاره ها به صورت یک ملت تاریخی بودیم، ولی زیر سیطره اسلام به صورت سلطنت موندیم تا هنگامی که رضا شاه آمد و پادشاهی ایران رو ایجاد کرد. باز در ترکیه حتی نتونستن این کارو بکنن، تبدیل شدن به یک جمهوری. نهایتا تمام زوری هم که زدن تونستن یک جمهوری درست بکنن، ولی در ایران ما پادشاهی ایرانیمون رو زنده کردیم. بنابراین ما هم در آغاز قرن بیستم نخستین انقلاب ایرانی رو ایجاد کردیم که از سلطنت به ایران، ایرانی بودن، ایران گرایی بازگردیم و در آخر قرن بیستم هم انقلاب اسلامیمون رو برامون رقم زدن که باز شد نخستین انقلاب اسلامی جهان و مادر همه انقلاب‌های اسلامی بعدی. حالا امروز در همین قرن 21، در 20 سال اول قرن 21 در واقع داره این اتفاقی که میفته در ایران باز برای نخستین باره، هم در تاریخ جهان و هم در تاریخ خود ایران. برای چی؟ برای اینکه یک مردمی، حالا برای اولین بار ما اینو داریم، یک مردمی دارن انقلاب میکنن، خودشون با دست خالی بدون پشتیبانی هیچ دولتی و هیچ کشوری در جهان،
بدون کمک مالی و بدون کمک سیاسی و بدون کمک اجتماعی از هیچ بخش دیگری از جهان به غیر از خود ایران و ایرانی ها، مردم ایران، حالا مردم ایران درون و بیرون کشور، و به ویژه بخش بسیار خوبش که داره اتفاق میفته اینه که جوانترین فرزندان این کشور دارن این انقلاب رو میکنن، نه افرادی که مثلا مثل دوران آتاتورک یا دوران حتی اول قرن بیستم خودمون در دوران رضاشاه که بالاخره یک سردار سپهی که سالی ازش گذشته بود، سنی گذشته بود و تازه خودش تنها بلند شد و ایستاد و این کشور رو جمع کرد و یک در واقع نوعی انقلاب ایرانی شدن رو ایجاد کرد. ما الان برای اولین بار داریم در تاریخ ایران میبینیم نسل بسیار جوان، نوجوان حتی، وارد گودی شدن، وارد در واقع صحنه نبردی شدن که کاملا نابرابره، دست خالی جلوی یک حکومت به شدت خفقانگرا و سرکوبگر و خطرناک و غیر انسانی و غیر ایرانی و یک که تا واقعا تا دندان مسلحن و بچه های ما در اون جبهه مقابل قرار دارن با دست خالی، ولی تماما با عرق و میهندوستی کامل مردمی که 44 ساله با اسلام و اندیشه اسلامی و تبلیغات اسلامی و بودجه های کلان برای از بین بردن هویت ایرانی و جایگزین کردن هویت اسلامی روبرو بودن، برای نخستین باره که دارن این نسل جوون داره میاد بالا و اومده در عرصه نبرد وایساده و تمام بخش هایی که در این انقلابی که در حال شکل گیری و انجامه و ما هیچ وقتم خب انتظار نداشتیم توی همون 3 ماه و 4 ماه بتونیم یه همچی حکومت بیرحمی که بیرحمترین حکومت تاریخ ایرانه تا کنون و یکی از بیرحمترین حکومت های همه تاریخ جهانه نشون داده که بچه میکشه، که زن میکشه، که نوجوان میکشه، که مردم دست خالی رو در روز روشن جلوی دوربین های همه جهان میبنده به مسلسل، تیر میزنه تو مغزشون، تو قلبشون، تو پاشون، بچه های مردم رو جلوی چشم همه جهان دارن میکشن و جنازه هاشون رو میدزدن و به صورت ناشناس دفن میکنن و اون 17-18 هزار نفری رو که در زندان گذاشتن و دوتا دوتا دارن حکم اعدامشون رو در میارن، شما همچین چیزی در تاریخ جهان نمیبینید، در قرن 21 که اصلا نمیبینید در هیچ جای جهان. و جالبه در همین موقعیت هست که این بچه ها رو ما داریم میبینیم، بسیار بسیار بچه های مقاوم، بسیار بسیار بچه های خودجوش. و بسیار جالبه برای من که این بچه هایی که الان دارن توی این مبارزات شرکت میکنن بچه هایی هن که تو همین حکومت به دنیا آمدن، یعنی از موقعی که این بچه ها به دنیا آمدن فقط اینا رو دیدن، این شیوه زندگی رو داشتن، این خفقان رو داشتن، این بمباران رو داشتن. و برای من این موضوع خیلی جالبه که ما ملتی هستیم معمولا در تاریخ ایران که شما نگاه کنید همه چیزو ما برای اولین بار، خیلی چیزها رو برای اولین بار به جهان عرضه کردیم و این هم یکی از انواع انقلابی است که باز برای نخستین بار ایرانیان دارن نشون جهان میدن، انقلابی که بچه ها، نوجوانان، جوانان، زنان که همیشه جز مثلا میدونین رده های بعدی انقلاب هستن، نه خط مقدم، ولی در این انقلاب شما داریم میبینید همه اینا رو خط مقدم هستن. ما از کودک و نوجوان و جوان و زن و مرد رو رو خط مقدم داریم میبینید و یک نفر از اینها نیستن که بگن ما داریم انقلاب میکنیم فقط برای این که مثلا بیهجاب بشیم، ما داریم انقلاب میکنیم فقط برای این که مثلا آزادی به دست بیاریم. نه، ما داریم یه انقلابی میکنیم که از بنیان همه آنچی که در این 44 سال در ایران گذشته رو دگرگون کنیم. یعنی انقلاب ما اجتماعی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست و مهمتر از همش انقلاب ما ضد اسلامیه. انقلابی است که بچه هامون
از مدرسه، از ابتدایی شروع میکنن به حجاباشون رو در آوردن. انقلابی است که میگن هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران. شما در هیچ جای جهان همچین انقلابی رو نمیبینید. انقلابی است که بچه های ما که در خیابون کشته میشن، روی بدنشون، روی دستشون، روی پاشون، روی نمیدونم پشتشون تاتوهایی که هست از فروهر، از پرچم شیر خورشید، از نمیدونم چو ایران نباشد تن من مباده. شما در کجای دنیا یک چنین چیزی میبینید که مردم از پیر و جوان، از زن و مرد، از کوچک و بزرگ یک صدا بخوان بازگشت به هویت خودشون رو فریاد بزنن؟ و اینو در نمادهای گوناگون دارن نشون میدن. روسری آتیش میزنن، عمامه پرت میکنن، بیهجابی گسترده رو دارید در سطح ایران میبینید، آتیش زدن پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو میبینید، آتش زدن حوزه های علمیه رو دارین میبینید، آتش زدن مساجد و حسینی ها رو دارین میبینید، آتش زدن به اصطلاح پایگاه های بسیج و سپاه پاسداران رو دارین میبینید. و اینها تمامش داره کجا رو هدف میگیره؟ فقط این حکومت هدف گرفته نمیشه. اون فقط عکس خامنه ای و قاسم سلیمانی نیست که آتش زده میشه. وقتی شما میبینید که قرآن رو آتیش میزنن، روسری رو آتیش میزنن، عمامه رو میپرونن و میرن حمله میکنن به نمیدونم حوزه علمیه رو آتیش میزنن، یا مسجد رو آتیش میزنن، یا حسینی و مهدیه رو، این یعنی این که ما نه فقط میخوایم این حکومت بره، که میخوایم این آینه خفقانزای غیر ایرانی هم از ایران بره. ما اینو نمیخوایم و اینو شما باز در هیچ جای جهان نمیبینید. این از ویژگی های بسیار مهمی است که شما دارید در انقلاب ایران برای نخستین بار در جهان، هم در تاریخ ایران هم در جهان میبینید. هنگامی که رضا شاه بزرگ آمد و سلطنت رو گرفت، از به اصطلاح قاجاریه سرنگون شدن و پادشاهی ایجاد شد، هنوز اون انقلاب و اون دگرگونی، در واقع دگرگونی بزرگ در ایران، این همه ماهیت ضد اسلامی نداشت که امروز داره. برای که رضا شاه کشوری رو تحویل گرفته بود از قاجاریه که زناش هنوز تو برقع بودن، هنوز توی پستوها و سردابه ها بودن و وجود خارجی نداشتن در اجتماع، وجود مؤثر و تأثیرگذار و روبه رشد و زنده در اجتماع نداشتن. بنابراین رضا شاه تنها کاری که میتونست بکنه اینی که اون جامعه عقب مونده رو ایرانی کنه و مدرن کنه، یعنی ببره جلو این کشور رو. اما نمیتونست یه انقلاب ضد اسلامی باشه اون موقع. ولی امروز ایران بچه ها و جوان ها و پیر و جوان و زن و مرد به این نتیجه رسیدن. شما هیچ هنگام در تاریخ ایران نمیدیدی جوان دلاور ایرانی رو دارن میبرن بالای چوبه دار و میگه برا من قرآن نخونین، برا من روزه نخونین، برا من گریه نکنین. چرا؟ برای که اون میدونه هم جاوید نامه، هم به این چیزها باور نداره و دلش نمیخواد اونو بخشی از جامعه و کشور و حکومتی اسلامی کسی بدونه. و این خواسته کل مردم ایران امروز. به اون 4 نفر و نصفی عوامل حکومت، حقوق بگیران و جیره خوران حکومت، اون لچک به سرهایی که میان تو خیابون مردم رو گاز میگیرن، سگهای هار رژیمن، مردم رو میزنن یا میکشن برای چندرغاز پول، یا برای پول موادشون، یا برای هر به اصطلاح دوزاری که مثل یه استخوان دنبال جلوشون بندازن دم تکون میدن، اینها رو ول کنین. عموم جامعه ایران اونها نیستن. عموم جامعه ایران همین فرزندانی هستن که از بچه 10 سالش اندیشش غیر اسلامی است تا آدم نمیدونم 50 سال و 60 ساله که دارن تو این زندان ها میگیرن، و مردمی که تا به حال گرفتن تا امثال پدر مثلا آره پدر همین ها، حالا یکی دوتا که نیستن، خیلی هم پدراشون مادراشون همه اینهایی که میان صحبت میکنن توی شبکه‌های اجتماعی که بچه هاشون کشته شدن یا بچه هاشون در زندانن، تمام اینها این پدر و مادرهایی که 50
سال 60 سال ممکنه داشته باشن. تمام اینها شما دارید میبینید کلن غیر اسلامی دارن صحبت میکنن و کلا دارن مراسم بچه هاشونو غیر اسلامی برگزار میکنن. مراسم خاک سپاری فرزندانشون هر کدومش یک به اصطلاح پایگاه مبارزه است. هر کدوم از این مراسم خاک سپاری که دارید نگاه میکنید یک در واقع تریبونی است بر علیه اسلام و حکومت اسلامی. به هر کدومشون نگاه میکنید، از بچه 10 ساله تا آدم 50-60 ساله در این فعالیت های به اصطلاح این چند ماه اخیر دارن خودشون رو کاملا نشون میدن. اینها تفاوت هایی است که مردم ایران باید بدونن و باید حس بکنن که چه اندازه ایران داره تغییر میکنه، چه اندازه در واقع انقلاب، نخستین انقلاب قرن 21 که داره روی میده در یک کشور اسلامی که داره ضد اسلامی میشه، نه فقط یه انقلابی که داره معمولی جلو میره، یک انقلابی که داره یک کشور رو ضد اسلامی میکنه، از این پوسته در میاره، ما به عنوان یکی از به اصطلاح پیشتازان این عرصه هستیم و ما میتونیم الهام بخش باشیم برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه که داریم میبینیم از زنان ایران دارن الهام میگیرن، زنان مصر، زنان عربستان، زنان سوریه و حتی زنان افغانستان. شما این همه دلاوری هایی که زنان ایرانی میکنن در شبکه های اجتماعی نگاه کنید ببینید چه اندازه زنان افغانستان دارن حمایت میکنن و چه اندازه دارن همصدایی میکنن و الهام میگیرن که بله ما زنان افغانستان هم دلمون میخواد مثل زنان ایران بتونیم بیایم بیرون، صدامون رو برسونیم، بتونیم حجابامون رو برداریم، بتونیم آزادی داشته باشیم، بتونیم فعالیت‌های اجتماعیمون رو از سر بگیریم. یعنی این نشون میده که این مردمی که برای هزاره ها در جهان عرصه ایجاد کردن، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر خوراک فرهنگی به مردم جهان تونستن چیزهایی رو ارائه بکنن که پیش از اون وجود نداشت، این مردم امروز هم دارن برای نخستین بار و نخستین انقلاب ضد اسلامی رو در جهان رقم میزنن که بتونن برگردن به اون هویت ایرانی. و هویت ایرانی فقط یک مفهوم نیست، همه ارکان زندگی ما رو در بر خواهد گرفت، گفتارمون، کردارمون، اندیشمون و سیستمی که بعداً برای سازندگی و بالندگی این ملت و این کشور میخواد در نظر بگیریم همش ایرانی خواهد بود از نو. بسیار عالی بانو آرتمیس. چند تا مسئله ای که خب در این چند ماه اخیر، مثلا در این یک ماه گذشته، خیلی در کشورهایی که در من کسانی که خودشون رو با قولن برانداز یا مخالف جمهوری اسلامی میتونن، ولی خب اعلام میکنن که بیاین برای ایجاد همبستگی با هم تجمع داشته باشیم، ولی مسئله ای که حالا اصلا بهش توجه نمیکنن اینه که داخل خود ایران با اون همه خفقان مردم پرچم شیر و خورشید، درفش کاویان، شعارهایی میدن که ملیه و این مردم واقعا دارن جونشون رو برای ایران میدن، برای باور به ایرانی میدن. اما این افراد در خارج از ایران اگر دارن صدای مردم ایران هستن، پس باید صدای مردم رو کف خیابون بشنون، طبق خواسته اونا بیان تجمع برگزار کنن. از ورود پرچم شیر و خورشید بگیر تا شعارهایی که ملی گرایانه است، همه اینها پریزه، حتی جاهایی هم میان به هویت ایرانی، به فرهنگ ایرانی، به اسطوره‌ها و به شاهان ایرانی اهانت و توهین میکنن. من میخواستم ببینم که اینها آیا واقعا از جو داخل مردم داخل ایران بیان نوع تفکرشون خبر ندارن، ناآگاهانه این کار رو دارن میکنن، تو توهم همون حکومت های مارکس کمونیستی هستن، یا نه اینها از داخل ایران و از جمهوری اسلامی دارن خط میگیرن و سعی میکنن مردم رو گمراه کنن و به مردم بفهمونن که فردا اگر این حکومت، یه جورایی دارن آب میریزن به آسیاب جمهوری اسلامی دیگه، اگر این حکومت بره ما میایم، ماها میایم که اصلا هیچ سنم و سنخیتی با باز با ملیت ایرانی نداریم. نظر شما در مورد این افراد چی هستش؟ در مورد این هم یه ذره توضیح بدید.
خواهش میکنم، خیلی اشاره خوبی بود. ببینین افسانه جان، در درون ایران آنچه که ما داریم به چشم میبینیم، شعارهایی که شما دارید در کف خیابون میشنوید، فعالیتهایی که دارید از مردم میبینید، گزارشهایی که مردم تهیه میکنن میفرستن و هر گونه فعالیتی که مردم درون ایران دارن میکنن، در دو سه جنبه خاص خلاصه میشه. مهمترینش اینه که مردم درون ایران خیلی بیش از این مردم ایرانی که در اروپا هستن، به ویژه اونایی که در اروپا هستن، دنبال اندیشه های چپی هستن. در آمریکا و در مثلا استرالیا یا در کانادا یا در نمیدونم مثلا کسی اگر فرض کنید در هندوستان ایرانیه که داره زندگی میکنه، یا در بخش های دیگه جهان دنبال اندیشه های کمونیستی و چپی و این حرفا اصلا نیستن. مردم درون ایران اندیشهشون و نظرشون رو که دارن ارائه میدن، نخستینش اینه: ما خواهان بازگشت پادشاهی به ایران هستیم. این چیزیست که نظر غالب مردم درون ایران داره نشونتون میده. پس مردم درون ایران خواهان بازگشت پادشاهی هستند. این نخست. دوم اینکه مردم درون ایران به هیچ عنوان دنبال غیر ایرانی بودن نیستن. یعنی مردم درون ایران، نگاه کنید نسل جوان رو، تقریبا میشه گفت 90% نام های درون ایران ایرانی است. بچه های این 20 سال گذشته دست کم 85%شون نام هاشون ایرانیه. حالا در 15% هم یا مادر پدرای مذهبی دارن یا از مناطق خیلی دور افتاده و کوچکی ممکنه باشن که به اون صورت در اجتماع امروز ایران نیستن، اصلا خیلی در جریان نبودن تو این 20 سال چه خبر بوده و نتونستن خودشونو به پای بقیه یه کشور ببرن جلو. ممکنه در یه بخشای دیگه کوچکتری نام های مذهبی رو شما هنوز ببینید، ولی عموم مردم ایران نام های بچه هاشون رو ایرانی گذاشتن. پس این نشون میده که مردم ایران میخوان ایرانی بشن، نه نام هندی گذاشتن رو بچهشون، نه نام عربی گذاشتن، نه نام نمیدونم غیر ایرانی دیگری گذاشتن. منظور من اینه که بنابراین مردم دارن نشون میدن ما یک، دلمون میخواد حکومتمون برگرده به پادشاهی، دو ما میخوایم ایرانی باشیم نه غیر ایرانی، و سوم مردم ایران بدون استثنا دارن برمیگردن به اون جایگاهی که همیشه ایرانیان درش وجود داشتن، یعنی آزادی گزینش. ببینیم وقتی جوان ایرانی، شما میبینید فیلماشون در مترو میاد بیرون، یه مثلا از این لچک به سرای حکومتی میاد میگه حجاب تو درست کن رو سرت فرانکو، میگه مگه من به تو میگم تو حجاب بپوش که تو داری به من میگی؟ من به تو کاری ندارم، تو چرا به من میگی؟ ببین این نشون دهنده اینه که مردم ایران دارن برمیگردن با اون چیزی که نیاکانشون باور داشتن، آزادی گزینش داشتن و انتخاب میکردن با چی؟ با خردشون. یعنی اگر فردا یه نفر بیاد به مردم ایران بگه از امروز همتون رو سرتون را برین، من فکر نمیکنم این نسل جوون کسی برگرده بیاد رو سرش را بره. یعنی خردگرایی، اندیشیدن، سبک سنگین کردن و برگزیدن اون چی که از نظر مغز خودشون درست به نظر میاد داره میشه شیوه نرم جامعه ایران، و این اون چیزی بوده که نرم جامعه ایران 1400 سال پیش بوده، پیش از ورود اسلام. در پیش از ورود اسلام به ایران کسی برای کسی تعیین تکلیف نمیکرد شما چی بخور، شما چی بپوش، شما چه جوری زندگی کن، شما چه جوری مثلا تجارت کن، شما خونت کجا باشه، چه جوری زندگی کنی، جشن چه جوری باشه، مراسم چه جوری باشه، کسی به کسی دیکته نمی کرده چیزی رو. امروز جوانان ایران، بچه های نسل جوان دارن همین ویژگی رو نشون میدن، ویژگی 100% ایرانی که وجود داشت. من به حقوق تو تجاوز نمی کنم، تو هم حق نداری به حقوق من تجاوز بکنی، من کاری به تو ندارم، تو حق نداری به من کاری داشته باشی. و این 100% نشون میده بچه های الان درون ایران دیگه یه کسی مثلا مجاهد تو کتش نمیره، یه آدم دیگه دوباره با روسری و فلان به نوع مدرنش
تو کت اینا نمیره. اینکه دوباره تو چه جوری لباس بپوش، چه جوری تو حرف بزن، چه جوری تو زندگی کن، مذهب تو چه کار کن نکن بکن، هی این بکن نکن ها رو دیگه این نسل نمیپذیره. میخواد خودش باشه، میخواد زندگی عادی و نرمال بکنه، نه زندگی کانالیزه شده، برنامه ریزی شده. تو باید از فردا اینجوری زندگی کنی، الان باید این کارو بکنی، فردا باید اون کارو بکنی. کاری که گروه های کمونیستی میکنن چرا اصلا در ایران آینده جایگاهی نداره؟ مهمترینش اینه که ما مردم مالکیت اشتراکی نیستیم. چرا؟ برای اینکه ما مردمی هستیم که در اندیشمون، در نفسمون، هر کدوممون خودمون رو یک شاه میدونیم. حداقل هر کس شاه خونه خودش هست اگه دقت بکنی. اندیشه چپ و کمونیستی میخواد شما رو بندازه توی جامعه اشتراکی، جامعه ای که اقتصاد اشتراکیه، این اشتراکیه، اون اشتراکیه، اون اشتراکیه، و شما رو از هویت فردی خالی کردن. و این توی کت مردم ایران نمیره. چرا؟ چون مردم ایران در تمام این سالها، حتی تا سالهای پس از اسلام، موقعی که به زور اینها رو اسلامی میکردن، تو خونهشون آیین زرتشتی رو داشتن انجام میدادن، مراسم زرتشتی و ایرانی رو انجام میدادن. برای همینه که این همه مراسم سالهای سال به ما رسیده به امروز، در حالی که تو هیچ کدوم از کشورهای اسلامی مراسم سنتی و تاریخی اون ملت ها باقی نمونده. یعنی شما الان در مصر میرید، شما یک دونه مراسم در مصر نمیبینید از مصر پیش از اسلام، اصلا وجود نداره دیگه براشون، میدونین؟ از این رویه که من همیشه میگم اندیشه چپ، اندیشه اسلامی، اندیشه های متفرقه ای که غرب، مثلا همین لیبرال دموکراسی و این بازی هایی که دارن در میارن، توی کت مردم ایران نمیره. برای که مردم ایران مردمی هستن که یه شیوه خاص زندگی دارن، یه شیوه فرهنگ دارن، یه شیوه اندیشیدن دارن. و خیلی برای من این موضوع جالبه، ما مردم تقلید هم نیستیم، ما اصلا مردم مقلدی نیستیم که نشسته باشیم از این ور و اون ور بخوایم فقط تقلید کنیم. هر چیزی که شما در ایران میبینید، ایرانی ها میان ایرانیزش میکنن. هر چی، اون حالتی که شما در کشورهایی میبینید، مثلا بخوام بهتون بگم به عنوان مثال کره، کره یک کشوری است که به شدت امریکا زده است، یعنی عاشق اینن که ادای امریکایی‌ها رو درارن، سیستمای امریکایی رو تو کشورشون پیش اجرا کنن، همش دارن تقلید میکنن، هتل سازیشون، شهر سازیشون، خیابون سازیشون، کافی شاپشون، رستورانشون، لباس پوشیدنشون، خیلی عشق امریکا رو دارن. ولی مردم ما اینجوری نیستن. چرا؟ چون شما میبینید طراح ایرانی که میاد میره در عرصه جهانی، طرح میدون شهیاد رو لباس میکنه، طرح کاشی ایران رو لباس میکنه، میدونین؟ یعنی ایرانی ها هر چیزی رو با این خلاقیت و نفس ایرانی خودشون میآمیزن. حتی بازی های کامپیوتری که ایرانی هایی که در عرصه جهانی دارن کار کامپیوتر، بازی های کامپیوتری و گیم ها رو درست میکنن، بازی های درست کردن از داستان های شاهنامه، یعنی قهرمانای داستان مثلا رستم و سهراب و اسفندیار و نمیدونم اینها هستن. منظور من اینه که ایرانی جماعت هر کاریش میکنی برای عمق اون فرهنگی که داره، انقدر دستش پره، انقدر پشتوانش پره که هر چیزی رو ایرانیش میکنه. حتی اگر یک چیزی نوین باشه برای ایران، ایرانی وقتی میخواد وارد کشور خودش بکنه، وارد فرهنگ خودش بکنه، ایرانیزش میکنه کاملا. کما اینکه پیتزا غذایی بود که ایرانی نبود. پیتزا اصلش در جنگ جهانی دوم ترکایی که رفتن آلمان نون و پنیر رو، برای که خیلی فقیر بودن، کارگر بودن، کارگر از ترکیه رفت به آلمان بعد از جنگ، چون آلمان نیروی کار نداشت، کشته شده بودن همه، برای همین کارگر از ترکیه دست دست رفت. و اینا چون خیلی فقیر بودن، نون و پنیر رو همه فکر میکنن که پیتزای غذای ایتالیایی است، در حالی که نفس خود این پیتزا اصلا از ترکیه اومد، از ترکا که پنیر رو روی نون میذاشتن تو آون، و این شد پنیر و نون، تبدیل شد به مایه اصلی پیتزا که بعدن هم نوعای مختلفش در اومد. حالا شما فکر کنید
بهترین پیتزای جهان رو شما همین الان در ایران میتونیم بخوریم. چرا؟ برای که شما هیچ جای جهان شما نمیبینید پیتزا به این قطر روش فقط تاپینگ داشته باشه، یعنی چیزهای مختلفی که ما رو پیتزا میریزیم، یک نون باریک با یه عالمه تاپینگ های مختلف و گوشت چرخ کرده و این و اون، ولی به مقدار زیاد میریزیم. یعنی ما ایرانی ها حتی وقتی که پیتزا رو گرفتیم وارد ایران کردیم، مثل ماکارونی که ما درست میکنیم و نوعی که ما اصلا ماکارونی درست کنیم با همه جهان، با اسپاگتی که در دنیا وجود داره کاملا متفاوته. تعدیگ هم تازه کف ماکارونیمون گذاشتیم، کاری که هیچ کس در هیچ جای دنیا هم چیزی رو ندیده. میخوام بهتون بگم ایرانی جماعت خیلی فرق میکنه با مردم جاهای دیگه، و هنگامی که ایرانیا هر بخشی، هر قسمتی از جامعه و هر مقطعی از تاریخ شما ایرانی ها رو میبینی، همه چی رو سعی کردن ایرانیزه بکنن، همون جوری که اسلام رو برای که زهرش رو بگیرن اومدن ایرانیزش کردن و مذهب مثلا شیعه خواستن مثلا درستش بکنن، که حالا همون هم شد یکی از بلاهای بعدی که افتاد به جون ملت ما. ولی کاری ندارم، میخوام بهتون بگم این کسانی که در غرب نشستن، حالا ببیج اونایی که در اروپا هستن به نظر من بیشتر، ولی اونایی هم که در بخشای دیگه جهان هستن و دارن اندیشه های به اصطلاح التقاطی میشه گفت تزریق میکنن در مردم ایران، اینا باید اینو بدونن که ایرانی کسی نیستش که حتی فردایی که این حکومت عوض شد دنبال یا کمونیسم باشه، نیروهای چپ و نمیدونم نیروهای نمیدونم سوسیالیست و کمونیست و فمینیست و نمیدونم از این مدل های مختلفی که داریم میبینین، لیبرال و نمیدونم طرفداران این و طرفداران اون، از این کارا ایرانی ها دوست ندارن بکنن. ایرانی ها میخوان کشورشون آزاد شه و یک حکومت ملی داشته باشن، یک حکومت ایرانی داشته باشن، اجازه داشته باشن توی کشور خودشون با بالاترین کیفیت مثل بقیه مردم جهان زندگی بکنن، که هم شایستگیشو دارن، هم ثروتشو این کشور داره، منابعشو داره و هم لیاقتشو این ملت دارن که خیلی بهتر از این زندگی بکنن. کاملا درسته و اینو هم باید یاد بگیریم ما مردم ایران که هر کسی رو در جایگاه خودش بهش احترام بذاره. هنرپیشه هنرپیشه است، سیاستمدار نیست، نمیتونه اداره کشور متزلزل مثل امروز ایران رو به عهده بگیره. فوتبالیست فوتبالیسته، درسته. داغداری که دادخواه خون خانوادشه فقط دادخواست، ما باش همدردی میکنیم، اما کسی که از اول با سیاست بزرگ شده، آموزش دیده و برای این منظور، برای کشورداری تحت آموزش و تربیت بوده رو نباید جایگاهش تو حد افرادی که دو روزه سر برآوردن ما پایین بیاریم. اتحاد کنه، اما نه با کسایی که با هویت ایرانی بیگانه نه دشمن هستن. ما دوست داریم همه اقوام ایرانی، ما چون اصلا ایرانی ها یک ملت واحدیم که در طول هزارها این شکل بودیم. اگر جنگ خارجی بوده همه با هم، بهترین سربازای ما از کردها، آذریها، لورها بوده که رفتن و از اون خاک دفاع کردن و اگر کشور گشایی بوده انجام دادن به نفع ایران. ولی اینکه امروز ما بیام یه پرچم داس و چکش بگیریم دستمون، یا یک پرچمی که اصلا معلوم نیست مال کجاست رو بگیریم دستمون، یا پشت یه عقیده‌ای وایسیم که اگر جوانای ما که آگاه هستن، ولی افرادی هم شاید باشن که واقعا آگاه نیستن، فکر کنن که آزادی یعنی اینکه از همه چیز خودت گذشتن و رها بودن، این نیستش. آزادی یعنی که تو خاک کشور خودت، تو مملکت خودت بتونی کمک کنی به شکوفایی، به بازیابی هویتت و بتونی سر بلند و سرافراز زندگی کنی، البته بدون اینکه بخوای فریب افرادی رو بخوری که از اول وقتی برمیگردی و عقبشون رو نگاه میکنی جز دشمنی با هویت ایرانی کار دیگه ای نکردن در طول این سال. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز، اگر صحبت پایانی دارید میشنویم. صداتون قطع شده. سپاسگزارم و خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که ادامه این گفتار رو داشته باشیم برای اتفاقات و رویدادهایی که در پس از سرنگونی این حکومت بنا هست در ایران بیفته. من حتما با امید آزادی ایران، با امید اینکه جوانای ما روز به روز با انرژی تر بیان کف خیابون حقشون رو فریاد بزنن و تا آزادی ایران از این دین اهریمنی و ضد ایران همه با هم کف خیابون
در خارج از کشور هر جا که هستیم به سهم خودمون تلاش میکنیم که یک روزی به امید خدا هممون تو ایران همدیگر رو بتونیم از نزدیک ببینیم و اون روز جشن پیروزی هویت ایرانی بر اسلام رو کشور خودمون بدیم و برای همیشه از شر این اهریمن سیاه خلاص. سپاسگزارم. جاوید شاه، آینده ایران یک پارچه. آینده ایران بدرود.